سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام هم اینجا ککتل تیوی و امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. البته قبلا یکی ازش دیدیم و قراره از این به بعد هر ماه یه دونه داشته باشیم. حالا داستان چیه؟ همونطوری که میدونید خیلی از رپرهامون روی یوتیوب فعالن و خب درآمدی رو خواهند داشت از یوتیوب. با هم میخوایم هر ماه 10 تا از پردرآمدترین رپرها رو ببینیم و ببینیم که کی پیشرفت کرده و چه جوری شده دیگه نسبت به ماه قبل که اومده بالاتر. اینو با هم ببینیم. توی ویدیو قبلی بعضیا میگفتن آقا تو خودت دوست داری درآمدت کسی بگه، چرا درآمد خودت رو نمیگی و این حرفو. اولا که تو کانال دوممون من گفتم، یه ویدیو درست کردم گفتم، بعدش هم وقتی توی یوتیوب فعالیت میکنید قشنگ اگه شما فرمولاشو بلد باشید خیلی راحت همه میتونن بفهمن و یه کار خصوصی نیست و میشه گفت فضولی نیست و اینجوری داریم مارکت رو بررسی میکنیم ببینیم که چه جوری داره پول میره توش میاد و چه جوری مخاطبا میتونن از آرتیستاشون بیشتر حمایت کنن. شاید با دیدن این که ببینن درآمد بعضی از آرتیستا چقدر پایین‌تر نسبت به اون اسمی که دارن بیان ترغیب شن. و به جز اون میگم یه چیزی که عمومیه، خیلی از سایت‌ها هست شما میزنید توش میبینید و اگه فرمولاشو بلد باشید خودتون خیلی راحت میتونید حساب کنید. پس یه چیز خصوصی نیست که کسی ندونه یا سرک کشیدن توی زندگی باشه. یه لیسته و هر ماه با هم میبینیم که ببینیم این ماهی که هست کدوم رپر بیشتر درآورده و میخوایم با هم این یه ماه اخیر رو ببینیم که چه جوری بوده. اما قبل از هر چیزی، قبل از اینکه بریم رو ویدیو، حتما یادتون باشه اگه جدید هستید از کانال حمایت کنید، یعنی سابسکرایب کنید که خیلی حمایت بزرگی از ماست. همچنین اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. تعداد لایک‌های بیشتر نشون میده که دوست داشتید این ویدیو رو یا نه دیگه، خیلی هم کمک می‌کنه. خلاصه می‌ریم که با هم تاپ 10 پردرآمدترین رپرها رو داشته باشیم. نفر دهم کسی نیست جز مهراد هیدن. و یه توضیح من قبلش بگم، تو ویدیو قبلی خیلی هم گفتن چرا مهراد نیست، برای اینکه یک سال تقریبا فعالیت نداشت و بعد از اونم بعد از کنسرتش دوباره 3 ماه فعالیت نداشت، پس طبیعتاً درآمد بالایی رو نخواهد داشت. خلاصه همونطوری که میبینید تا الان 15 تا ویدیو آپلود کرده مهراد هیدن. سابسکرایبشو اشتباه نوشته اینجا، چرا؟ چون ساباشو مهراد هیدن بسته و وقتی سابو میبندن این سایتایی که هم چت میزنن به نوعی. اما خب تا الان بیشتر از 1,300,000 ویو داشته مهراد هیدن. توی این چنلش پادکست های باحالی رو میذاشت و همچنین توی برحال رومی که داشت با جی جی توی کلاب هاوس اعلام کرد که قرار دوباره پادکست رو شروع بشه، خبر خوبیه. اما به هر حال توی 1 ماه گذشته که فعالیت خاصی نشه مهراد هیدن بیشتر از 51,000 ویو داشته و $206 درآمد توی ماه. نفر نهم علیرضا جی جی که چند وقتی هست کانال شروع کرده و داره فعالیت‌های باحالی توش میکنه، مثل برنامه‌های این یا اون که سلبریتی‌ها رو میاره باهاشون صحبت میکنه، بین دوتا چیز یا دوتا شخص بعد یکی رو انتخاب کنن. یه سری هم ویدیو داره که صحبت میکنه درباره پروژه‌های قبلیش، آهنگسازی‌هایی که کرده و همونطور که میبینید 18 تا ویدیو تا الان آپلود کرده، 2500 تا سابسکرایب به دست آورده و 287,000 ویو کلیش بوده. توی 1 ماه گذشته هم 122,000 ویو داشته و درآمد ماهیانش که تازه هم شروع شده، تازه مانیتایز شده چنلش، فکر کنم تقریبا 1 ماه 490 بوده، $490. و این فعالیتایی که داره 100% درآمد بیشتر میکنه، فعالیتش هم باحاله. میتونید برید اون ویدیوهاش که درباره به هر حال پروژه های قدیمی هست و باز میکنه حرف میزنه رو ببینید، کلی چیز یاد میگیرید. نفر هشتم پارسالیپ. خب پارسالیپ خیلی وقت بود پارسالیپ هم فعالیت نداشت، حدود 4 ماه هیچ ویدیویی نذاشته بود. یه استریم گذاشت چند وقت پیش، یکم درآمدش اومد بالاتر و جالبه با اینکه یه استریم گذاشته 36K بیشتر ویو نخورد، اما چنلش ویوش همونطور که میبینید بیشتر از 360,000 شده توی 1 ماه گذشته که ویو خوبیه. تا الان همونطور که میبینید پارسالیپ 95 تا ویدیو آپلود کرده، 16,500 سابسکرایب داره، بیشتر از 2,500,000 ویو کلیشه و توی ماه گذشته $1,400 درآمد داشته و درآمد سالیانش $17,400 بوده که درآمد خوبیه. یه کوچولو کم فعالیت پارسالیپ و یعنی نسبت به سابسکرایبایی که داره و خب طرفدارایی که داره 100% میتونه ویوش بالاتر باشه با توجه به اینکه بیشتر طرفداراش رو یوتیوب فعاله. نفر هفتم کوروش وانتونز. همونطور که میدونید ویدیوهای رپ بتلش خب خیلی جواب داده، همین که دمشون گرم ویدیوهای باحالی خیلی کمک میکنه به نسل جدید و اومده بالاتر از ماه قبل، $800 درآمدش بیشتر شده. همونطور که میبینید 23 تا ویدیو آپلود کرده، 2000 تا سابسکرایب داره و بیشتر از 930,000 ویو کلیش بوده. توی 1 ماه گذشته 373,000 ویو داشته و درآمدش $1,500 بوده توی ماه و درآمد سالیانش 17,900. یه موضوع کوچولو بگم،
این درآمدا که تو این سایت ها میبینید خیلی نزدیک به اون درآمدی که خود آرتیستا دارن، با توجه به اینکه من درآمد خودم و رفیقامو که فعالن تو این کار میبینیم با هم نهایت 100 و 200 دلار، یعنی 100 دلار یا 200 دلار بالا پایینه. و خیلی ها میگن آقا این یه بازه است که داره نشون میده بین 93 مثلا تا 1500 روی کوروش، و چرا اون پایینه رو نمیگی؟ برای اینکه میگم با توجه به درآمد خودمون و دوستامون که با هم بررسی کردیم این سایت رو ببینیم که درآمدش درسته یا نه، اینجوری بود و اون بالاییه درآمدیه که خیلی نزدیکه، میگم در حد 100 یا 200 دلار، مثلا اگه 1500 اگه اشتباه باشه و بالا پایین داشته باشه نهایت 200 دلاره، و مثلا کسی که 200 دلار درآمد داره نهایت 50 دلار بالا پایینه. خیلی نزدیکه درآمدی که داره نشون میده و اینو مطمئنم که دارم بهتون میگم، با خیلیا چک کردم، پس نگران نباشید، اینجا هیچ اشکالی نیست. میگم نهایت 100 دلار یا 200 دلار. نفر ششم مدگله که خیلی ویدیوهای باحالی داره، هم ولاگ میذاره هم یه سری ویدیو میذاره توضیح میده و خیلی داستانای دیگه با علی جیدال و اینا ویدیوهای باحالی میذارن. بیشتر از 44 تا ویدیو آپلود کرده، 10K سابسکرایب داره، خیلی زود و باحال کانالش اومد بالا، بیشتر از 2,300,000 ویو داره که ویو خوبیه، و همونطور که میبینید تو ماه گذشته 369,000 تقریبا 370,000 ویو داشته که 13% بیشتر از ماه قبلی بوده و درآمدش 1500 دلار بوده. حالا چرا بالاتر از کوروش گذاشتیم؟ چون ویوش بالاتر بوده، فکر میکنم حدود 10,000 تا، برای همین بالاتر گذاشتیم، چون ممکنه یه 50 یا 60 دلار بیشتر در آورده باشه، وگرنه توی سطحن تقریبا درآمدشون. و این از این. میرسیم به نیمه جدول، نفر پنجم و اون کسی نیست جز سپر خلسه که ویدیوهای باحالی رو میذاره با خانومش نیلوفر و یه برنامه هم جدید شروع کرده اگه اشتباه نکنم اسمش چترنگه، که هم درباره آهنگ صحبت میکنه، هم حواشی‌ها بعضی از آهنگا رو بررسی میکنه، که قسمت اولش که قسمت اولش ترک ناخدا جلال از سورنا رو بررسی کردم، بررسی باحالی بود، نظرشو میگه. در هر صورت 27 ویدیو تا الان آپلود کرده، بیشتر از 10,000 سابسکرایب داره و بیشتر از 2,150,000 ویو تو ماه گذشته، 428,000 ویو داشته که متاسفانه 3% پایین تر از ماه قبل بوده و 1,700 دلار تو ماه درآورده و درآمد سالیانش با این وجود این درآمد 20,600 دلاره. یه کوچولی ویوش اومده پایین، فکر کنم یه کوچولی کمکارتر شده بود، یه چند وقتی بین ویدیوهاش فاصله بود، اما همینجوری پیش بره 100% درآمدش بهتر و بیشتر میشه. میرسیم به نفر چهارم. نفر چهارم رضا پیشرو، اما اینجا من بعد یه توضیح بدم، یه باگ کوچولی تو این سایت پیش اومده، اونم به خاطر ویو خیلی بالا یا خوب آلبوم پرواز بوده که بیشتر از 1,200,000 روی هم اگه اشتباه نکنم ویو داشتن این ترک ها، و خب این درآمد نسبت به این ویو زده که تو این چند وقته هست که یه هم اومده بالا و تا آخر ماه احتمالا به این درآمد میرسه، اما اگه اشتباه نکنم 2,000 دلاره همین الان درآمد رضا پیشرو از آلبوم که گذاشته بود که خیلی ویو رو برد بالا. سر همین جای باگ کوچولو داره، اما باز به هر حال نفر چهارم میشه رضا پیشرو. رضا پیشرو بیشتر از 108 ویدیو آپلود کرده، جدیدن هم کانالش رو برده و داره آهنگا رو میذاره، چند وقتی هست که آهنگای قدیمی و اینا رو میذارن، آلبوم هم که اومد ویو خوبی هم داشون رو، و همونطور که میبینید بیشتر از 4150 سابسکرایب داره که خیلی کمه برای رضا پیشرو با این همه فنی که داره. بشه تابید و سابسکرایب کنید، دمتون گرم. و همونطور که میبینید بیشتر از 1,800,000 ویو داره که فکر میکنم 1,000,000ش مال آلبوم پروازه، یا 1,200,000 اگه اشتباه نکنم، و درآمدش اینجا 5,600 نشون داده که احتمالا تا آخر ماه این میشه، ولی 2,000 تا درآمدش. گفتم این به خاطر باگ کوچولویی که آلبوم پرواز خیلی ویو داشت، همونطور که میبینید توی 3 روز گذشته 1,390,000 ویو داشته کانالش که 1,000,000 بیشتر بوده از ماه قبل، که اونم به خاطر میگم باز آلبوم پرواز بوده. ولی نفر چهارم ما کسی نیست جز رضا پیشرو. میرسیم به نفر سوم و اون کسی نیست جز شایع نجفی، یکی از سیاسی ترین خواننده های ایران که توی رپ هم فعالیت هایی رو داشته، خیلی ها به اسم رپ میشناسنش، و همچنین یه آلبوم رپ هم سال 99 از خودش عرضه کرد. همونطور که میبینید بیشتر از 209 تا ویدیو آپلود کرده که اکثرش پادکست و صحبتی که صحبت های مفیدی میتونه باشه برای خیلی ها، و بیشتر از 78,400 سابسکرایب داره که یکی از بیشترین سابسکرایب ها رو داره، و توتال ویوش یا ویو کلیش بیشتر از 38,000,000 بوده که رقم بالایی، تو ماه گذشته 1,400,000 ویو داشته که همونطور که میبینید 184% بیشتر از قبله، که به خاطر پادکستاشه، و اگه اشتباه نکنم فکر کنم یک موزیک ویدیو هم عرضه کرده بود تو به هر حال ماه گذشته، 900 تا هم که ساب گرفته،
و همونطوری که میبینید درآمد 5600 دلار توی ماهه که همین 5600 اونو تبدیل میکنه به سومین خواننده پردرآمد لیستمون. میرسیم به نفر دوم که توی ویدیو قبلی اول بود و حالا توضیح میدم وقتی نفر اول با هم میبینیم که چه سبقتی ازش گرفته شده و اونم کسی نیست جز پوتک که داره روزانه ویدیو آپلود میکنه، خیلی داره تونتون ویدیو میذاره و پشت کارش زیاده و اونو تبدیل کرده به دومین. همونطور که میبینید بیشتر از 292 ویدیو آپلود کرده، بیشتر از 32800 سابسکرایب داره که تو ماه گذشته، یعنی از ماه گذشته تا این ماه 4000 تا رفته روش، فعالیتاشو نشون میده که چقدر داره فعالیت میکنه و اینجوری دیگه. و همونطور که میبینید توتال ویو 16,700 و توتال ویو خوبی هم هست و تو ماه گذشته بیشتر از 4 میلیون ویو داشته که خیلی ویو بالاییه، تقریبا از همه بیشتر بود، از نفر سوم، یعنی میشه گفت 4 برابر نفر سوم تقریبا. و همونطور که میبینید درآمدش از 15000 دلار ماه قبل رسیده به 16400 که پیشرفت خوبیه، همینجوری ادامه بده بیشتر هم میشه. همین درآمد ماهیانه درآمد سالیانش رو تبدیل میکنه به 196000 دلار که درآمد خوبیه، همینجوری پیش بره مطمئنم بیشتر هم میشه و این خیلی خوبه که میبینیم رپکنامون فعال شدن. حالا یکم ویدیوهای فان زیاد میذاره پوریا پوتک که خوبه، خیلی بهتر از راه پول در آوردن از جاهای دیگه عجیب غریبه، اینجوری درآمد سالمیه و با کانتنت خودش داره درآمد به دست میاره که خیلی خوبه و تبریک میگیم بهش. خلاصه دمش گرم، فعالیت‌های خوبی رو داشته و بهش تبریک میگیم. البته که دوم شد نسبت به ماه قبل، ولی خب میریم سراغ نفر اول. نفر اول کسی نیست جز امیر تتلو که از ماه قبل به اینور یه اصلا عجیب غریب اومد بالا که واقعا نمیدونم، خیلی عجیب غریب اومد بالا. همونطور که میبینید بیشتر از 355 ویدیو آپلود کرده، بیشتر از 242000 سابسکرایب داره که بیشترین کلن و توتال ویوش هم 84 میلیونه، بیشتر از 84 میلیون. توی این ماه گذشته لایو گذاشت، چند تا ویدیو سرگرمی فوتبال با تتلو و اینا گذاشت، آهنگ گذاشت و اجرا زنده گذاشت و همونطور که میبینید توی ماه گذشته 19,474,000 ویو داشته که 400% بیشتر از ماه قبل بوده. همین این درآمد این ماهش رو تبدیل کرده به 77,900 یا میشه گفت تقریبا 80,000 دلار. اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی 13,000 تا درآمدش بود و 60,000 تا اومده روش، 64,000 تا اومده روش و 19 میلیون ویو ماهانه خیلی بالاه و اونو تبدیل کرده به پردرآمدترین خواننده ایران از یوتیوب. البته توی کسایی که تو هیپ هاپ و آرنبی و اینا فعالیت دارن و درآمد سالیانش رو میکنه تقریبا نزدیک 1 میلیون دلار که خیلی درآمد خوبیه و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یکی دو تا این آهنگای آخرش هم 1 میلیون ویو رو رد کردن زیر یک ماه یا تقریبا یک ماه خورده ای که رقم بالایی، بهش تبریک میگیم. امیدواریم از این درآمدا کارهای باحالتری بکنه رو کارش، موزیک ویدیوهای خفن‌تر ازش ببینیم، کارهای خفن‌تر، گرچه که میدونیم میکنه و سابقهش رو داشته، الان هم که با یونیورسال داره کار میکنه و این 100% ویو ایناشو میبره بالاتر. خلاصه بهش تبریک میگیم و منتظر میبینیم ماه بعد آیا کسی میتونه بگیره امیر تتلو رو، که من فکر نمیکنم حالا کسی بهش برسه، نمیدونم، بعد ببینیم چجوری میشه دیگه. این از این. خلاصه دیدیم 10 تا از پردرآمدترین خواننده هامون که بیشتر توی سبک رپ و هیپ هاپ و آرنبی فعالیت دارن و فعالن روی یوتیوب. حالا خیلی هاشون فقط موزیک و اینا میذارن، بعضیشون پادکست میذارن و کانتنت های مختلف تولید میکنن و خب هرچی این کانتنت بیشتر بشه 100% مخاطب بیشتر میشه، درآمد بیشتر میشه. خلاصه بعد بریم ببینیم ماه بعد کی بیشتر پیشرفت میکنه. امیر تتلو که یه پیشرفت عجیب غریب داشت تو این یک ماه و ترکون دیگه. خلاصه مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. نظری انتقادی پیشنهادی دارید حتما کامنت کنید که 100% خونده میشه. دمتون گرم، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب و عالی و بام باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.